بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، ادب و احترام خدمت دوستان بزرگوار و محصلان عزیز، میپردازیم به درس بعدی کتاب، یعنی درس دوم، چپتر دوم کتاب انگلیسی. این درس ما شما در مورد یک شخص دوستا که در فرانسه به دنیا آمده و در کودکی چشم خور در یک حادثه از دست داده و نابینا شده و بعدا نابینا شدن یا منتهی میشه به اینکه یک الفبای جدیدی برای نابینایان اختراع کرده برای از این که جذابیت این داستان کم نشه. من زیاد وارد جزئیات داستان نمیشم، داستان خود شما باز به صفحه بعدی انشالله میخونیم و ترجمه میکنیم. برحال صفحه اول، یعنی دست چپ صدر صفحه همونتی که مشاهده میکنیم، Lesson 2، یعنی درس 2، Braille. Braille عنوان این درس هست. Braille این اسم همین شخصه که بینای خود از دست داده در حادثه. همونطور که میبینیم در صدر صفحه پایین اسم این فرد، حروف الفبای زبان انگلیسیه و بلند سر هر کدوم از حروف الفبای یک نقطه سفیدیه یا چند تا نقطه سفیدیه که صورتهای مختلف چیده شده. هر کدوم از اینا نمایانگر یا ممثل یک حرف از حروف الفبا هست. خب میپردازیم به فهرست نقاط. طبق معمول کلمات کلیدی یا واژگان کلیدی رو برای ما شما بیرون نویس کرده و در صفحه اول بیاورده، هم خود کلمات و هم تلفظ اینا. لیست از بلایند شروع میشه. بلایند، بلایند، بلایند یعنی شخص نابینا. نابینا. کپتن، 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 کپتن یک رتبه نظامیه که در اردو معادل تورن هست و در پلیس معادل سارمند. بعدن اگزیبت، اگزیبت، اگزیبت یعنی نمایشگاه. انستد، انستد، انستد یعنی به جای آن، به عوض آن. انستیتوت، انستیتوت، انستیتوت یعنی انستیتوت یا مرکز تعلیمی. نایف، نایف، نایف یعنی چاقو. لیدر، لیدر، لیدر یعنی چرم. مسیج، مسیج، مسیج یعنی پیام یا پیغام. نشنال، نشنال، نشنال یعنی ملی. punctuation، punctuation، punctuation یعنی نقطه گذاری یا علائم نقطه گذاری. raise، raise، raise یعنی بالا بردن یا بلند کردن. البته به زنجی کمی معنی رو فرق میکنه. raise دی داده صورت پس پارتیسیپل استفاده کرده یا صورت سوم فعل. صورت سوم فعل به هر زبان
میتونه به جای اسم مفعول به کار بره. پس اینجا هم به صورت پس پارتیسیپلی ریز آورده که نقشی و نقش اسم مفعولیه. باز میبینیم به متن انشالله. بعدی same یعنی یکسان یا همان. special یعنی ویژه یا مخصوص. wrote هم که هست صورت دوم فعل write. write یعنی نوشتن، wrote گذشته اونه یعنی نوشت. خب این صفحه بعدی کتاب ما و شما هست، یعنی متن اصلی درس. متن اصلی درس هم عنوان داره یعنی برایل. برایل گفتم که اسم شخصیت اصلی همین متن یا داستان هست که خود شما میخونیم که چگونه به چشما خواهد دست میده و چگونه الفبای جدید اختراع میکنه برای نابینایان. من بار اول متن فقط میخونم، ترجمه نمیکنم. بار بعدی باز انشاءالله ترجمه میکنم. گوش کنه. لوئیس برایل واز بورن in France in 1809. His father had a small business. He made shoes and other things from leather. Louis liked to help his father in the store. One day when Louis was 3 years old, he was cutting some leather. Suddenly the knife slipped and hit him in the eye. Louis soon became completely blind. When he was 10 years old, he entered the National Institute for the Blind in Paris. One day his class went to visit a special exhibit by a captain in the army. One thing in the exhibit was very interesting for Louis. It showed messages in code. Armies send messages in secret codes so no one else can read them. The captain wrote this code in raised letters on very thick paper. Louis thought a lot about this code. Then he decided to write in the same way so blind people could read with their fingers. It is very difficult to feel the differences between raised letters. Instead of letters, Louis used a cell of dots. He arranged the dots with two dots across and three down. There are 63 possible arrangements of the dots in the Braille system. Each arrangement stands for one letter, punctuation mark, or number. He also used his system to write music. Louis Braille invented this system when he was only 15 years old. Blind people can also write Braille. They use a special kind of pen to make the dots. خب در این قسمت میپردازم خود شما به ترجمه خانش، به ترجمه متن. من دو بار گفتم ترجمه میکنم، هر جمله رو با خانم دو بار حتما ترجمه میکنم تا اینکه شما مجبور نشین باز ویدیو رو از سر بگردانیم و دوباره سوار بشنویم. دوباره که با دقت بشنویم پشت سر هم انشاءالله ترجمه بیاد شما میمونه. خب برایل. لوئیس برایل was born in France in 1805. لوئیس برایل به دنیا آمد در فرانسه در سال 1809. Louis Braille was born in France in 1809. Louis Braille به دنیا آمد در فرانسه در سال 1809. His father had a small business.
پدر او کسب و کار کوچک داشت. His father had a small business. پدر او کسب و کاری کوچک داشت. He made shoes and other things from leather. او می ساخت کفش و سایر اشیا را از چرم. He made shoes and other things from leather. او می ساخت کفش و سایر اشیا را از چرم. Louis liked to help his father in the store. لوئیس دوست داشت که کمک کند به پدرش در دوکان. Louis liked to help his father in the store. لوئیس دوست داشت که کمک کند به پدرش در دوکان. One day when Louis was 3 years old, یک روز وقتی لوئیس 3 ساله بود. One day when Louis was 3 years old, یک روز وقتی لوئیس 3 ساله بود. He was cutting some leather. داشت چرم می برید. He was cutting some leather. یا او در حال بریدن چرم بود. Suddenly the knife slipped. ناگهان کارد از دست او لغزید. Slipped یعنی لغزیدن، لخشیدن به اصطلاح ما و شما. The knife slipped. کارد از دست او لغزید یا لخشید و به اصطلاح ما و شما خطا خورد. And hit him in the eye. و به چشم او اصابت کرد. And hit him in the eye. و به چشم او اصابت کرد. دوباره نخونم این قسمته. Suddenly the knife slipped. ناگهان کارد لغزید. And hit him in the eye. و به چشم او خورد یا به چشم او اصابت کرد. Louis soon became completely blind. لوئیس به زودی کاملا نابینا شد. Louis soon became completely blind. Louis به زودی کاملا نابینا شد. Became یعنی شد. Completely یعنی کاملا. When he was 10 years old, وقتی او 10 ساله بود. When he was 10 years old, وقتی 10 ساله بود. He entered the National Institute for the blind in Paris. او وارد انستیتوت ملی نابینایان در پاریس شد. When he was 10 years old, وقتی او 10 ساله بود. He entered the National Institute for the blind in Paris. او وارد شد به انستیتوت نابینایان در پاریس. One day his class went to visit a special exhibit. یک روز سنف او رفت تا بازدید نماید. To visit یعنی بازدید کردن. سنف او رفت که بازدید نماید از یک نمایشگاه ویژه by a captain in the army که توسط یک تورن تورن اردو دایر گردیده بود. One day his class went to visit. یک روز صنف او رفتن تا بازدید کنن a special exhibit by a captain in the army. از یک نمایشگاه ویژه که توسط یک تورن اردو دایر گردیده بود. One thing in the exhibit was very interesting for Louis. یک چیز در نمایشگاه خیلی جالب بود برای لوئیس. One thing in the exhibit, یک چیز در نمایشگاه was very interesting. بود خیلی جالب جذاب. For Louis, برای لوئیس. It showed messages in code. و آن اینکه پیام ها را نشان میداد به کد. و کد یعنی چی؟ ما رمز یا به لفظ ما و شما به شفر.
یعنی به رمز نشان میداد پیامهار یا پیامهار با زبان رمز. Armies send messages in secret codes. یعنی ارتش ها یا اردوها میفرستن پیغام ها یا پیام ها را in secret codes، به رمزهای بسیار پوشیده. Armies send messages in secret codes. ارتش ها یا اردوها میفرستن پیام ها را با کد های بسیار پوشیده. So no one else can read them، تا اینکه هیچ کس دیگر نتواند آنها را بخواند. So no one else can read them، تا اینکه کس دیگری آنها را خوانده نتواند. The captain wrote this code، تورن نوشت این کد را in raised letters on very thick paper، روی حروف برجسته، on very thick paper، بر روی کاغذهای بسیار ضخیم. The captain wrote this code، کاپیتان یا تورن این زبان رمز را نوشت، in raised letters، به حروف برجسته، برجسته، on very thick paper، روی کاغذهای زخیم، بسیار زخیم. thick به معنای زخیم، paper به معنای کاغذ. Lewis thought a lot about this code. Lewis خیلی در مورد این کد فکر کرد. Lewis thought a lot about this code. Lewis خیلی در مورد این کد فکر کرد. Then he decided to write in the same way. بعد او تصمیم گرفت که بنویسد به همان شکل یا همانطور. Then he decided to write in the same way. بعد او تصمیم گرفت تا همانطور بنویسد. So blind people could read with their fingers. تا اینکه افراد نابینا یا نابینایان بتوانند بخوانند آن را with their fingers، با انگشتانشان. So blind people could read with their fingers، تا اینکه، so یعنی تا اینکه، blind people، افراد نابینا، could read with their fingers، بتوانند بخوانند با انگشتانشان، با استفاده از انگشتانشان البته. It is very difficult to see to feel the differences between raised letters. خیلی مشکل است که تفاوت‌ها را در حروف برجسته با لمس احساس کرد. It is very difficult to feel. خیلی مشکل است که با لمس احساس کنیم یا با لمس بفهمیم the difference between raised letters، تفاوت یا فرق ها را بین حروف برجسته. Instead of letters، به جای حروف برجسته، Lewis used a cell of dots. Lewis استفاده کرد از یک سلسله نقاط یا نقطه ها. Instead of letters، یعنی به جای یا به عوض حروف، Lewis used a cell of dots. Lewis استفاده کرد از یک سلسله نقاط یا نقطه ها. He arranged the dots. او تنظیم کرد این نقطه ها را with two dots across، به نحوی که دو نقطه به صورت افقی بود، and three down، و سه نقطه به صورت عمودی. He arranged the dots. او تنظیم کرد یا طوری تنظیم کرد نقطه ها را with two dots across، که دو نقطه به صورت افقی، and three down، و سه نقطه به صورت عمودی قرار داشت یا قرار گرفته. There are 63 possible arrangements of the dots in the Braille system. نقطه ها در سیستم
وی به 63 شک می توانست تنظیم شود. There are 63 possible arrangements of the dots in the Braille system. در سیستم برایل نقطه ها به 63 شکل ممکن می توانست تنظیم شود. Each arrangement stands for one letter. که هر صورت یا شکل آن نمایانگر یا معرف یا ممثل یک حرف بود. Each arrangement stands for one letter. یعنی هر شکل یا صورت نمایانگر یک حرف بود. خب stand for بزنید یعنی نشان میداد. خب punctuation mark on number نمایانگر یک حرف، یک علامت نقطه گذاری یا یک عدد. Each arrangement stands for one letter punctuation mark or number. هر شکل یا صورت نمایانگر یک حرف، علامت نقطه گذاری یا عدد بود. He also used his system to write music. او همچنین استفاده کرد از سیستم خود برای نوشتن موسیقی. He also used his system to write music. او همچنین استفاده کرد از سیستم خود برای نوشتن موسیقی. Louis Braille invented this system when he was only 15 years old. Louis Braille اختراع کرد این سیستم را وقتی تنها 15 ساله بود. Louis Braille invented this system when he was only 15 years old. Louis Braille اختراع کرد این سیستم را وقتی تنها 15 ساله بود. Blind people can also write Braille. افراد نابینا همچنین می توانند Braille بنویسند. Blind people can also write Braille. افراد نابینا همچنین می توانند Braille بنویسند. They use a special kind of pen to make the dots. آنها برای نوشتن از یک نوع قلم خاص یا ویژه استفاده می کنند. They use a special kind of pen. آنها استفاده می کنند از یک نوع قلم ویژه یا خاص to make the dots. برای درست کردن نقطه ها. خب بود درس دوم از بخش دوم کتاب. ما با شما امیدوارم که خسته نشده باشیم و انشاءالله تا شروع پوانتون ها و امتحانات با انگیزه و عشق و علاقه درس بخونیم. موفق و معید و سربلند باشیم دوستان. خداوند یار و نگهدار شما و به امید دیدار.